درود میفرستم به شما همیهنان گرامی و نازنین. امروز سه‌شنبه است، سوم تیر ماه 2579، برابر است با 23 ژوئن 2020 میلادی. خرسند هستم که باز این فرصت رو دارم که در خدمت شما همیهنان گرامی به بررسی اوضاع احوال ایران و همچنین آنچه که در جهان در رابطه با کشور ما میگذرد بپردازم. رژیم جمهوری اسلامی همونطور که بارها عرض کردم در شرایط بسیار بسیار سخت و ناهنجاری به سر میبرد به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، و روز به روز حلقه محاصره رژیم از سوی جامعه جهانی بیشتر میشود. اگرچه اختلافاتی میان کشورهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بر سر مسئله برجام وجود دارد و اگرچه تا کنون اروپایی ها کوشیدن برخلاف خواست ایالات متحده در نگه داشتن برجام کوشا باشند، اما به نظر می رسد که سیاست اتحادیه اروپا نسبت به رژیم جمهوری اسلامی در حال تغییر است. البته این تغییر صرفا به این معنی نیست که اونها به ایالات متحده نزدیکتر می شوند، بلکه یکی از دلایل عمده رفتار نابخردانه سردمداران رژیم است و وادار کردن دیگر کشورها و ملتها به نشان دادن عکس‌العمل در برابر کارهای رژیم. از جمله شاهد هستیم که با توجه به آنچه که جدیداً رژیم انجام داده است، از پرتاب ماهواره به فضا و استفاده از موشک‌هایی که از نوع بالیستیک هستند و خود به خود می توانند قابلیت حمل کلاهک اتمی داشته باشند، و با توجه به اینکه ماهیت رژیم جمهوری اسلامی یک ماهیت تروریست و ضد بشری هست، طبیعی است که این نگرانی رو برای دیگر کشورها، حتی کشورهای مانند روسیه که به خصوص نزدیکترین کشور هست به جمهوری اسلامی، ایجاد میکنه. به همین دلیل جامعه جهانی تصمیم دارد که در رابطه با مسائل ایران جدیتر برخورد کند و آنچه که اروپایی ها به نادرست تصور میکردند که سازش با ایران میتواند جلوی بسیاری از مسائل رو بگیره و اگر سازشی انجام نشود ممکن است منجر به جنگ بشه و در صورت آغاز جنگ مهاجرت های چند میلیونی به اروپا صورت بگیرد و اروپا دیگر توان این مسائل رو ندارد، و یا مسائل امنیتی اروپا به خطر بیفتد. تجربه نشان داده است که یک چنین محاسباتی نزدیک به یقین اشتباه است و اروپایی ها نمی بایستی در این زمینه به این شکل فکر کنند و عمل کنند. در نتیجه با اونچه که اسرائیلی ها توانستند اسناد و مدارک بسیار سری و محرمانه رو از ایران خارج بکنند و سرانجام در اختیار سازمان بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهند، حاکی از این است که جمهوری اسلامی پیش از آغاز مذاکرات در 2015 اقدام کرده بوده است به ساختن بمب اتمی، و دو مرکزی که دو سایتی که جمهوری اسلامی اجتناب می کند از نشان دادن آن و اجازه دادن بازرسی از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یعنی سایت ترقص‌آباد که مدارک بسیار مهمی از اونجا توسط اسرائیلی‌ها کشف و خارج شد، و همچنین سایت آباده، و دلایل بسیار مدقنی وجود دارد که رژیم در اونجا اقدام به غنی‌سازی اورانیوم بیش از ظرفیت مجاز کرده است و در جهت ساختن سلاح هسته‌ای تکنولوژی رو به کار برده. و حالا که کار به اینجا کشیده است و در حقیقت دست رژیم برای جامعه جهانی رو شده و اینها کوشش کردند که از نخست وزیر اسرائیل یک مرد نادان و نابخردی درست بکنند که بیشتر گفته های اون شبیه به جوک هست تا واقعیت، حالا بعد از اینکه نگاه کارشناسانی به این مسائل شده است، متوجه شده اند که بسیاری حقایق در پشت پرده آن چیزی است که پیش از برجام اتفاق افتاده و رژیم در حین
گفتگوهای برجام و پس از آن در زمان اجرای برجام مطلع بوده است و اینها رو از دید جامعه جهانی پنهان کرد. و این در حقیقت اتهام بسیار بزرگی است که متوجه رژیم شده. و با توجه به این موضوع سه کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا، یک اخطاری رو به سازمان انرژی اتمی بین‌المللی دادن و از اون سازمان خواستند که در مورد مسائل هسته‌ای ایران پیگیری و تصمیم گیری کنند. نتیجه که بعد از اینکه شورای حکام سازمان انرژی اتمی به آن رسید و 25 رأی موافق در برابر 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع قطعنامه‌ای صادر شد، حاکی از نگرانی جامعه بین‌المللی است، زیرا که در اون کشورهایی که در شورای حکام حضور دارند ما گرایش‌های مختلف سیاسی می‌بینیم، کشورهایی که از جامعه اروپایی هستند، کشورهایی که از آمریکای لاتین هستند، کشورهای آفریقایی، کشورهایی از شرق آسیا و به طور کلی اینها کشورهایی نیستند که به صورت همگون و یک دست دارای عقاید سیاسی باشند، بلکه کشورهایی هستند که با در یک طیف بسیار وسیع سیاسی اینها سیاست خارجی خودشون رو تنظیم کردن. ولی وقتی که با یک چنین رأی بالایی اینها توافق میکنن که قطعنامه‌ای رو به علیه رژیم صادر بکنن، این میتواند برای رژیم اخطار بسیار بزرگی باشه. اگرچه این قطعنامه به صورت یک اخطار هست و بیشتر جنبه توبیخ و تنبیهی دارد تا جنبه اجرایی داشته باشد، اما بی توجهی به رژیم کما اینکه در طی چند روز گذشته مجددا اینها خودداری کردند از پذیرش بازرسان سازمان انرژی اتمی جهانی برای بازدید سایت هایی که مورد مناقشه هست و به این ترتیب رژیم با پافشاری بر سر این مسائل میتواند کار را به اون جایی برساند که این پرونده از سوی سازمان انرژی اتمی به سازمان ملل متحد و به شورای امنیت ارجاع بشه. چنانچه پرونده به شورای امنیت برود، در زیر بند 7 اساسنامه شورای امنیت این کشور که خاطی هست و سرپیچی کرده است از دستورات و قوانین بین‌المللی میتواند بر اساس ماده 41 مورد تحریم های بسیار شدید جهانی قرار بگیره، نه فقط صرفا تحریم یک کشور یا تحریم ایالات متحده، بلکه تحریم جهانی. و پس از آن اگر این خطر احساس بشود که رژیم دست به کار ساخت سلاح اتمی است و دنبال میکند مسائل هسته‌ای و همچنین تروریست رو و به عنوان یک خطر بالقوه برای صلح و امنیت جهان شناخته بشود، بر اساس بند 42 شورای امنیت زیر بند 7 میتواند مورد تهاجم نظامی هم قرار بگیرد و آن وقت است که مسئله حمله ایالات متحده یا یک کشور به جمهوری اسلامی نیست، بلکه توافق جهانی است برای حمله کردن به کشور زیر اساسنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد. به این ترتیب میبینیم که رژیم در یک شرایط بسیار سختی قرار دارد و با گفتگوهایی که بعضا مسئولین امور میکنند و پنهانکاری هایی که انجام میدهند و یا کتمان میکنند حقایق رو و امیدوار هستند که بتوانند با استفاده از وتوی حق وتوی روسیه و چین سرانجام در سازمان ملل متحد در شورای امنیت جلوی هر نوع قطعنامه‌ای رو بگیرن، شاید این هم یک رویا بیشتر نیست. برای اینکه در نهایت دو کشور روسیه و چین هم مقتضیات سیاسی و جهانی خود رو نگاه میکنن و اگر متوجه بشوند که جامعه جهانی به یک اجماعی بر علیه رژیم فاسد جمهوری اسلامی رسیده است، طبیعی است که منافع و مصالح ملی اونها اجازه نخواهد داد که با جامعه جهانی درگیر بشه، و زیرا که میخواهند رژیم جمهوری اسلامی رو حفظ بکنن و یا حتی برای حفظ
منافعی که دارند به این مسئله ادامه بدهند و این رژیم رو حمایت کنند. از جهت دیگر به سرعت نزدیک می شویم به پایان دوره تحریم های تسلیحاتی جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنا دارد که از این پایان در حقیقت یک آغاز دیگری بسازد و به این ترتیب است که ایالات متحده آمریکا مصرانه سماجت دارد که تحریم ها در پایان دوره در ماه اکتبر ملغا نشود و ادامه پیدا کند. در این زمینه اگرچه باز کشورهایی مانند روسیه رسما مخالفت کردند و سفری که اخیراً ظریف داشته است به مسکو با همتای روسی خود گفتگوهایی که کرده اند نشان از این دارد که روس‌ها بنا ندارند که با تمدید تسلیحاتی تحریم تسلیحاتی موافقت بکنند و یا چینی‌ها به این شکل عمل خواهند کرد. اما در نهایت مسائل دیگری وجود دارد که روسیه ناگزیر است در برابر خواست ایالات متحده در نهایت کنار بیاید. یکی از اهرم‌هایی که امروز در دست ایالات متحده هست اجرای قانون سزار است، قانونی که در مورد تحریم‌های گسترده سوریه است و نه تنها رژیم بشار اسد و کسانی که در اون سیستم و ساختار حکومتی هستند مورد تحریم‌های اقتصادی شدید قرار گرفته‌اند، بلکه هر یک از کشورهایی که به نوعی با روسیه همکاری دارند نیز مورد این تحریم قرار می‌گیرند. با توجه به تحریم‌هایی که پس از ضمیمه شدن کریمه به خاک روسیه و گرفتاری‌هایی که با اوکراین روس‌ها پیدا کردند و اعمال تحریم‌هایی بر علیه فدراسیون روسیه از سوی اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها صدمات شدید اقتصادی به اقتصاد روسیه وارد شده است، به نظر می‌رسد که روسیه نمی‌خواهد در یک چالش جدیدی در برابر آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها بایستد. بنابراین امکان اینکه با قبول امتیازات کوچکی در سوریه و یا امتیازات بزرگتری مانند باقی ماندن پایگاه‌های خود در سوریه به یک توافق با ایالات متحده و متحدین ایالات متحده برسد، اما در مورد اینکه تا آنجا پیش برود که برای حفظ رژیم بشار اسد ناگزیر باشد تحریم‌های جدیدی رو تحمل بکند، به نظر بسیار غیر محتمل است. و سخنانی که نه امروز بلکه از چند ماه گذشته از سوی کاخ کرملین، سخنگوی کرملین و همچنین شخص رئیس جمهور روسیه آقای پوتین و دیگر کسانی که در وزارت خارجه هستند، معاون وزارت خارجه شنیده شده است، این است که روسیه دیگر آن علاقه ای رو که پیشتر به حفظ حکومت بشار اسد داشت رو ندارد. و به همین جهت است که با توجه به اینکه با ترکیه به توافقاتی رسیدن بر سر روسیه و اردوغان رئیس جمهور ترکیه یکی از مخالفین سرسخت بشار اسد هست، به نظر می رسد که دو کشور روسیه و ترکیه در مورد سوریه به توافقی برسند و آن توافق این باشد که از بشار اسد دست بکشند، اجازه بدن که قانون اساسی جدید نوشته بشود، اجرا بشود و انتخابات صورت بگیره و به طور کلی رژیم در سوریه تغییر بده. همزمان با این موضوع مسئله تظاهراتی است که در سال 2011 در سوریه از سوی مردم به پا شد و حافظ اسد با به خاک و خون کشیدن مردم این تظاهرات رو تبدیل به یک جنگ داخلی کرد و اسد البته که با کمک جمهوری اسلامی است جنگ داخلی گسترده شد و بعد پای نفوذ روسیه و دیگر کشورهای منطقه هم باز شد و بعد با پیدایش داعش شاهد جنایت‌های بسیار هولناکی ما در منطقه شامات و در عراق بودیم و هستیم. جامعه جهانی دیگر نمی‌خواهد که این تجربه‌های تلخ رو دنبال کنه و با توجه به شکست‌های فاحشی که حرکت جهانی شده یا گلوبالیسم از ملی‌گرایی جهانی خورده است و ضربه هایی که تحمل کرده است، به نظر می رسد که شرایط سیاسی در جهان و در منطقه خاورمیانه دارای یک وضعیت پوست اندازی است و دچار یک تحول بزرگ شده است. لذا خیزش این بار مردمان سوریه در برابر رژیم بشار اسد
دیگر مانند سال 2011 نیست که مورد تایید ایالات متحده و یا به خواست رژیم ایالات متحده باشد، بلکه این بار یک خواست ملی است، در جریان همون ملی‌گرایی جهانی مورد تایید قرار می‌گیرد و رژیم بشار اسد بعید است که بتواند در مقابل خواست مردم سوریه این بار مقاومت کند. پس وقتی که ما شرایط رو در نظر می‌گیریم و تغییر اوضاع احوال رو در منطقه و در جهان می‌توانیم بسنجیم و یک حتی نگاه گذرا داشته باشیم، به این نتیجه می‌رسیم که شرایط کاملا تغییر کرده است و به همین دلیل است که رژیم جمهوری اسلامی چنانچه بخواهد از این پس به حمایت از بشار اسد بپردازد، نه تنها به طور مستقیم از سوی ایالات متحده مورد تحریم قرار گیرد، نه تنها با ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد دچار تحریم‌های جهانی خواهد شد، بلکه با دخالت در کار سوریه و همکاری با شخص بشار اسد میتواند تحریم‌های تنبیهی بسیار سخت دیگری رو هم تحمل کند. علی خامنه‌ای و دیگر رهبران بیخرد جمهوری اسلامی و پاسداران تحت امر او شاید توجه به این مسائل نکنند، همچنان که در طی 41 سال گذشته بیتوجه به مردم ایران، به خواستهای ملت ایران، به مصالح ملی ایران پوشیدن با روش‌های بسیار غیر منطقی و غیر اصولی و همچنین اشاعه تروریسم قدرت خود رو در منطقه نشان بدهند، ممکن است که از این پس نیز یک چنین روشی رو در پیش بگیرن و با توجه به آنچه که امروز مجلسی که تشکیل شده است تحت امر مستقیم علی خامنه‌ای است و بیش از گذشته فرمانبردار او هست و گروه اصولگرایی که امروز مجلس رو میگرداند از زمره کسانی هستند که بی توجه به این مسائل هستند و آدم‌های جنگ طلبی هستند، میتواند جمهوری اسلامی و رژیم در رأس آن که نظام نامیده میشود از قول خود اینها روش مقابل رو در پیش بگیرد و با تقابل با خواستهای جامعه جهانی در میدان قد علم. اما تا چه اندازه رژیم میتواند در این زمینه موفق باشد؟ آیا آن زمانی که رژیم جمهوری اسلامی قادر بود با توجه به صدور نفت و بالا رفتن بهای نفت پولهای گزافی رو به دست بیاورد و این پولها رو صرف توسعه نفوذ نظامی و عقیدتی خود در منطقه بکند، امروز هم در چنان شرایطی است؟ آیا امروز صدور نفتی که از 1,000,000 تا 1,500,000 بشکه به 75,000 بشکه در روز رسیده است و قیمت نفتی که در حدود 23 دلار شاید پایین تر برای رژیم جمهوری اسلامی قابل پرداخت است، توانمندی حمایت از نیروهای شبه نظامی خود در منطقه را دارد؟ آیا رژیم هنوز توانمندی این رو دارد که به لحاظ مالی بتواند حمایت‌های بی‌دریغی از رژیم بشار اسد بکند و با یا با اعزام نیروهای کمکی بتواند در برابر هجوم جامعه جهانی، هجوم سیاسی و اقتصادی رژیم بشار اسد رو کمک بکند؟ بسیار طبیعی و بدیهی است که در تمامی این مواردی که ذکر شد کشور روسیه همگام و همراه با جمهوری اسلامی نیست، کما اینکه سیستم های ضد هوایی که در سوریه کار می کند و زیر نظر درجه داران و افسران روسی هست، زمانی که با توافق قبلی هواپیماهای اسرائیلی بنا هست مراکز فرماندهی و یا دیپوهای نظامی جمهوری اسلامی و سپاه قدس و حزب الله رو در خاک سوریه بمباران بکنن، میبینیم که ساختار ضد هوایی سوریه به حرکت در نمیاد و اسرائیلی ها به راحتی میتوانند عملیات نظامی و بمباران های خودشون رو انجام بدن و سالم به پایگاه های خودشون در اسرائیل بازگردن. همین ها حکایت از این میکند که رهبران بیخرد و فرومایه جمهوری اسلامی بدون توجه به منافع ملی ایران و ایرانی
صرفا به خواستهای ایدئولوژیک خود توجه دارند و صدور انقلابی که از آغاز خمینی گجسته برای اینها به ارمغان آورده است با حمایت استعمار جهانی تنها مطلبی است که مورد نظر علی خامنه ای و دار و دسته تبهکار است. عدم توانمندی رژیم جمهوری اسلامی امروز در مقایسه با دیروز می تواند حاکی از این باشد که هر چقدر اصرار رژیم در منطقه برای حضور و نفوذ در عراق، در سوریه، در لبنان، در یمن و دیگر نقاط بیشتر باشد، میزان شکستی رو که بایستی تحمل بکند بیشتر خواهد. لذا بهترین کاری رو که رژیم میتواند پیشه بکند و خصوص شخص علی خامنه ای بایستی به این توجه داشته باشد، خروج بی سر و صدا و بدون هیجان و بدون جنجال از کلیه قسمت هایی است که در خاورمیانه با صرف میلیاردها دلار از بودجه مملکت، یعنی از پول ملت ایران و با خون ملت ایران، همین پاسدارهایی که اینها اعزام کردن و کشته شدن در این مناطق، اینها هم بخشی از ملت ایران بودند و خون اینها در این مناطق ریخته شده است صرفا برای اینکه نظام پلید قرون وسطایی جمهوری اسلامی حفظ بشه. آیا امروز با توجه به شرایطی که در داخل وجود دارد، با توجه به ارز 20,500-600 تومانی، با توجه به بالا رفتن نرخ بیکاری، با توجه به نرخ تورم حدود 75% و نارضایتی عمومی که نه، بلکه نفرت عمومی از رژیم جمهوری اسلامی بعد از حرکات مذبوحانه‌ای که کردن، بعد از ساقط کردن هواپیمای مسافربری، بعد از شلیک که به ناوچه ایرانی و بسیاری از مسائل حاشیه‌ای، ملت ایران آن ملتی است که از این رژیم دفاع بکند و یا در کنار رژیم قرار بگیرد. پس طبیعی است با آنچه که در جهان می‌گذرد و با آنچه که در داخل می‌گذرد، با توجه به شرایط بد اقتصادی و تشتت اجتماعی که وجود دارد و نفرت فزاینده مردم، رژیم دارای آن شرایطی نیست که از حمایت ملی برخوردار باشد و طبیعی است که در گفتگوهای جهانی و بین المللی زمانی رژیم ها می توانند موفق بشوند که از حمایت ملی برخوردار باشد. اینکه علی خامنه ای و یا حسن روحانی و یا پادوی هر دوی اینها، جواد ظریف، در اینجا و اونجا صحبت هایی بکنند و به دروغ بگویند که ملت ایران با ما همراه است و این ملت علی‌رغم همه این سختی ها هنوز هم رژیم رو میخواهد و در حفظ و نگهداری رژیم کوشا هست، تا اینکه واقعیتی که ملت ایران درک میکند و منتظر یک فرصت است، میشود گفت تفاوت بسیار زیادی هست. در اینجا آمادگی ملی برای ایجاد سرنگونی از طریق نافرمانی های مدنی و حرکت های میلیونی تمام محور مسئله ای که ما با آن مواجه هستیم. اگر این تظاهرات میلیونی هنوز پیش نیامده است و اگر تا کنون اپوزیسیون ما در خارج و داخل کشور نتوانسته است مردم رو به شکل میلیونی بسیج بکند، این به آن معنا نیست که ما در یک حالت انفعالی کامل هستیم و به هیچ وجه توانمندی انجام چنین کاری رو نداریم. خیلی در حرکت ها و جنبش های مردمی یا خیزش ها که دارای فراز و نشیب های بسیار هستند، در دیگر سرزمین ها و کشورها هم این تجربه به دست آمده است که ملت ها به خیابان می آیند، ملت ها شکست می خورند، پس شکست های خود تجربه می گیرند، ملت ها باز می گردند و دوباره بعد از تجربه دیگر به خیابان می آیند و به قدر این حرکت خیزش در خیابان ها و خیزش های چند هزار نفره تا چند هزار نفره تبدیل می شود به خیزش های عمومی و ملی و سراسری میلیونی،
در اون زمان است که ما شاهد تحولات بسیاری خواهیم بود. اما اگر مقایسه بکنیم وضعیت امروز رو با وضعیت آنچه که در 1979 در کشور ما اتفاق افتاد، میبینیم در 1979 یک گروه منسجمی در خارج از کشور بود به نام کنفدراسیون دانشجویان ایرانی، که این کنفدراسیون زیر نظر مستقیم CIA و MI6 کار میکرد و با برخورداری از حمایت سازمانهای اطلاعاتی و جاسوسی شرق، به خصوص آلمان شرقی، اینها توانسته بودند یک گروه بسیار منسجم در برابر رژیم پادشاهی ایران باشند و بتوانند نه تنها کلیه دانشجویان بلکه استادان خود رو در دانشگاه ها بسیج بکنند، بلکه با رخنه در رسانه های عمومی و روزنامه ها، مجلات و رسانه های دیگر بتوانند زمینه ای رو فراهم بکنند که از اون زمینه بشود برای تقابل با رژیم شاهنشاهی نهایت سود رو برد و در این راه حمایت های بیدریق کشورهای استعماری و دستگاه های جاسوسی و امنیتی اونها از کنفدراسیون دانشجویان ایرانی نقش بسیار مهمی رو ایفا می‌کرد. مسئله دیگر این بود که وقتی که زمینه توسط اون کشورها و همچنین توسط همین کنفدراسیون آماده شد، یک رهبری بلا منازع در جهان به وجود آوردن در برابر رژیم شاهنشاهی، و آن این بود که از یک فرد بی سواد بی خرد هیولاوشی به نام روح الله خمینی، جنایتکار، توانستند یک قدیسی بسازند و او را آنچنان معرفی کنند که نه تنها ناجی ملت ایران خواهد بود بلکه ناجی بشریت، و در حقیقت از یک اهریمن یک قدیس ساختند و به این ترتیب یک رهبری بلا منازع برای اون فتنه یا آن شورش به وجود آمد. عامل دیگری که مورد توجه بایستی قرار بگیرد این بود که آنچه را که امروز شخص شاهزاده رضا پهلوی به عنوان مدیریت در سطح میانی یا رهبری میانه تعریف کند، در آن زمان به وجود آورده بودند و اون در حقیقت مسجدهای سراسر کشور بود و آخوندهایی که در این مساجد وجود داشتند، حضور داشتند و نقش اونها هماهنگ کردن اصناف مختلف کشور از دانشجویان تا دانشگاهیان تا کارگران تا کشاورزان تا نظامیان و غیر ذلک بود، از طریق تبلیغات روی منبر و همچنین پخش کاست هایی که از پاریس وارد کشور شد، و به این ترتیب شرایطی رو به وجود آوردن تا بتواند آن فتنه بزرگ جا بیفتد و بتواند به ثمر برسد. امروز وقتی که ما نگاه میکنیم به وضعیت کنونی ایران و شرایط سیاسی که وجود دارد، میبینیم اولا در خارج از کشور اون اجماع جهانی که آغازش در گوادلوپ بود و پیش از اون از طریق همین کنفدراسیون دانشجویی شرایط و زمینه ها رو آماده کرده نیست. امروز میان ایالات متحده با دیگر کشورها بر سر رابطه با ایران دارای اختلاف نظرهای زیادی هستند که هر کدام در نوع خودش میتواند این مسیر رو به تعویق بیاندازد. موضوع دوم این است که ما یک اپوزیسیونی امروز در خارج از کشور داریم که به هیچ وجه قادر نیست نقش کنفدراسیون دانشجویان ایرانی رو در سالهای 1976، 77، 78 و 79 اجرا کنه. اپوزیسیونی که بسیار سردرگم است، اپوزیسیونی که ناآگاه است و اپوزیسیونی که با رخنه عوامل نامناسب یا از طریق جاسوس‌های جمهوری اسلامی و یا عوامل خودفروختگی که به صرف بازیافت منابع مالی و یا برای خودبزرگبینی و مطرح کردن خود احیانا برای به دست آوردن کسب و کار و شغلی در آینده در ساختار اپوزیسیون وارد شدن، اینها نه تنها کمکی در راه رسیدن به هدف نیستند، بلکه نقش ترمزهای بسیار مؤثری رو بازی می کنند
که در هر سازمانی، در هر گروهی که وارد می شود، جز ایجاد اخلال و بی‌نظمی و متوقف کردن فعالیت های گروه های میهن‌پرست، نقش و کار دیگری ندارد. شوربختانه اپوزیسیون ما هنوز نتوانسته است یک نوع تصویه فراگیر در میان خود انجام بدهد، خوب رو از بد جدا کند، بدها رو کنار بگذارد تا خوبها بتوانند به کار خودشون به شکل مؤثر برسند. در مورد تشکیل گروه های داخلی که بتوانند رهبری میانه رو ایفا بکنند، ما هنوز نتوانستیم به این مهم دست پیدا کنیم. و در مورد رهبری بلا منازع که در اون زمان نقشش رو گجستکی به نام روح الله خمینی بازی میکرد، امروز با حضور تنها کسی که میتواند آن نقش رهبری بلا منازع رو بازی بکند، یعنی شخص شاهزاده رضا پهلوی، میبینیم که رژیم و عوامل رژیم کوشش میکنند تا آلترناتیف های متعددی در برابر اون بسازند و هر روز گروهی، سازمانی در قالبی، در شکلی، در تشکیل دولت موقتی، در تشکیل دولت در تبعیدی، در شکل شورای گذاری، در هر شکلی شمایلی کوشش میکنن و یا یک عده افرادی که حقیقتا بهره از دانش سیاسی ندارن و اون عرق میهن پرستی رو ندارن، کوشش میکنن خود رو به عنوان بدیل و جانشین معرفی کنن، فدایان مردم خود رو معرفی بکنن و کوشش کنن از این نمد کلاهی برای خود بسازن، در حالی که چنین شرایطی در 1979 نبود. و خاطر من هست وقتی که یک کسی که در سطح رهبری حزب بود در جبهه ملی و رئیس ایلم و خود رو استاد دانشگاه و فرد فریخته و فهیمی میدانست، مانند سنجابی میرود به پاریس و وقتی که باز میگردد میگوید آنچه را که حضرت امام خمینی میگوید درست است و ما بایستی به اون عمل. وظیفه تک تک ما امروز، اگر ادعای میهن پرستی داریم، اگر میخواهیم کشور ما نجات پیدا بکند، اگر میخواهیم به این راه خطایی که در طی این 41 سال گذشته رفتیم، و یا اگر راه ما خطا نبوده است اما نتوانستیم به درستی کارمون رو انجام بدهیم و میخواهیم امروز جبران گذشته بکنیم، یک خانه تکانی فکری است. بایستی درست مانند شخصی که یک جدولی رو حل میکند و معماهایی رو با گذاشتن حروف در کنار یکدیگر میتواند کشف بکند و در نهایت به حل اون جدول بپردازد، با نقصانهایی که داریم، با مقایسه با آنچه در گذشته انجام داده ایم، با آنچه که شرایط رو برای سقوط ایران فراهم کرد، بتوانیم مشکلات خود رو بازیابی کنیم و پس از بازیابی مشکلات و تشخیص درست مسائل، به یافتن راه حل‌های مناسب، منطقی و ملی، صرفاً بر اساس مصالح ملی و کشور ما بپردازیم. و اگر چنین کنیم، مسلم است که میتوانیم ما هم تمام اون مشکلاتی رو که در گذشته داشته این برطرف کنیم. جامعه جهانی رو این بار که نمیخواهد، با اراده خود وادار بکنیم که به اجماع برسد در برابر نخواستن رژیم حلید جمهوری اسلامی، رهبری میانه را در کشور تشکیل بدهیم، با حمایت بیدریق از رهبری که افکار و اندیشه های او بسیار دموکراتیک و بسیار ملی است، رهبری بلا منازع بسازیم و نیز کوشش کنیم برای به حرکت در آوردن میلیون ها ایرانی میهن پرستی که خواهان رسیدن به آزادی و سرفرازی هستند و هر کدام در جستجوی فرصت مناسبی که بلا فاصله با فراهم شدن آن فرصت آماده هر گونه جانبازی و آمدن به خیابان و رها کردن سرزمین و کشور خود از زیر یوغ استعمارگران و استثمارگران هستند. به امید رسیدن به آن روز بزرگ که نزدیک است و به امید رسیدن به خرد و خردمندی آینده ایران عزیزمان، تا برنامه‌ای دیگر.